دهه 90 میلادی هم هنوز تو تهران و ایران تو چشمن، این که دیگه مدل 2023 شده. کابین سیویکو کلا ول کنید، این دکمه های تنظیم سیستم تهویه مدفوع سیویک چقدر قشنگ و نرم داره عمل میکنه و واقعا خیلی کار میکنه روی مکانیزما و اینکه آدم اصلا حالش خوب شه وقتی با اینا کار میکنه. خب این دستگیره داره آلومینیومی هوندا سیویکه، چقدر قشنگ دست میره اینجا و چقدر خوبه مکانیزمش، چقدر خوبه. باریکن قشنگ الان این 15000 تا بدون ایراد قرار کار کنه. سقف پانوراما نداره، سانروف داره و چقدر این کرکرش قشنگ و سبک و روون داره جابجا میشه. چی کار میکنن آخه اینا؟ من نمیفهم. مقایسهش دارم میکنم با پرده بعضی از ماشین های ایرانی، مثلا پژو 207 سقف شیشه که با بیل و کلنگ باید بیاریش جلو، چقدر نرم و رمون بازه بسته میشه. این که دیگه مدل 2023 شه، البته 2024شو قراره عرضه بکنن. یه موتور 1.5 لیتری توربو شارژ داره، میتونه 180 اسب بخار قدرت و 240 نیوتن متر گشتاور تولید بکنه و یه گیربکس سی وی تی. کاتالوگش چتاب 0 تا 100ش رو 8 ثانیه اعلام کرده. با یه گیربکس سی وی تی یکم عجیب غریب، ولی خب هوندا است دیگه، این کارو از دستش برمیاد. خیلی به نظر من طراحی جلوش قشنگه. این LED های اینجا رو نگاه بکنین، این جلو پنجرهش خیلی حالت تهاجمی داره و رنگش هم خیلی قشنگه، رنگش سفید پلاتینیومه که این رنگ رو هم میخوان عرضه بکنن. ببینید نمای بغل سیویک چقدر کشیده و اسپورته، خیلی واقعا نمای بغلش قشنگه. چقدر صفحه کیلومتر دیجیتالی ماشین خوبه. داخل کابین هوندا سیویک هستیم، کیفیت ساخت واقعا خوبی داره، بوی خیلی خوبی میده. یه چیزی رو بگم، این نسخه که الان اینجا هست 2023 لو آپشن هست، قرار فولش رو عرضه بکنن. یه مقدار این مانیتور ابعادش بزرگتر میشه و رادارهای ماشین فول میشه و حالا به زودی هم میخوام وارد سامانه کنن که مردم بتونن بخرن. واقعا طراحی اسپورت و خوشگلی داره، مخصوصا اینجا رو یه لحظه بگیر ببین چقدر قشنگه. این دریچه‌های لونه زنبوری خیلی واقعا هم مکانیزم خیلی جالبی داره، هم دیزاین واقعا جالبی داره. این هم دکمه فلاشر، پنل تهویه مدفوع رو اینجا میتونین ببینین، دست دنده در واقع مکانیکی ماشین، شیفترهای پشت فرمون رو اینجا داریم، کروز کنترل داریم، سیستم خودکار تنظیم نور بالا رو توی ماشین داریم که خیلی آپشن کاربردیه و دوربین 360 نداریم، فقط دوربین دنده عقب داریم و اتو هولد و ترمز پارک برقی و اینجا میتونین تنظیم حالت‌های مختلف رانندگی رو داشته باشین. خیلی هم از کیفیت کابینش خوشم اومد. تا الان تو همه ماشین‌های چینی و حالا ماشینایی مثل نیسان و هوندا و اینا که همه دارن با هم دیگه جوینت ونچر چینی تولید، حتی این تایلندیه دارن تولید میشن، حتی آودی هم اگر بذاریم کنارشون، کابین این ماشین و میتسوبیشی اوتلندر که شرکت آریان موتور داره میره بهترین کیفیت کابین رو تا الان از نظر من داشتن. خیلی کیفیتشون خوب بوده. موتورش 1.5 توربو دیگه، 180 اسب بخار، 240 نیوتن متر، گیربکس سی وی تی. خیلی دوست دارم سوارش بشم باهاش دور بزنم ببینم که هوندا چجوری میخواد از یه گیربکس سی وی تی یه شتاب 8 ثانیه‌ای بگیره و دیگه بقیه تجهیزات هم خودتون ببینید من صحبت نکنم.